به برنامه ویژه ما به مناسبت روز ولنتاین، روز عشق، روزی که اون دست از شما عزیزان که به هر حال ازدواج کردید، شریک زندگی دارید، با هم میرید بیرون و مطمئناً عشقهای دیگر زندگی هم فراموش نمیشه، ولی امروز هم که من رنگ قرمز تقریبا پوشیدم، خب الان رنگ قرمز یا رنگ رز در واقع رنگ عشق هست و البته رنگ زرد هم برعکس ایرانی ها که میگن رنگ نفرته، در جای خونم که رنگ زرد هم میتونه رنگ عشق باشه. آقای بیژن پاکزاد که دیزاینر بودن، رنگ زرد رنگ مورد علاقه خودشون بود. و در اینجا در این برنامه بخش های مختلفی داریم. ابتدا میبینیم که اصلا عشق چی هست، ببینیم نظر فریدون زندیات، فریدون فرخزاد راجع به عشق هست. برنامه ایشون داشت البته به طنز شوخی کردن راجع به خانم شهره، که البته خب خانم شهره در اون زمان که در تلویزیون گفتن من عاشق نیستم، خب زمانی بود که با الان شرایط فرق داشت، مثلا بد بود اگر زن در تلویزیون بگی که من عاشق هستم یا هر چیزی، ولی خب ایشون ازدواج کردن، فرزندان گلی رو به جامعه تحویل دادن و به خصوص دختر ایشون که در ترانه نامه که کاری از جناب مهرداد آسمانی هست، دختر ایشون در این نقش بازی میکنند. و الان که صحبت از فریدون فرخزاد شد، در ضمن فیلمی رو جناب آقای سرتیپی در آمریکا بسیار زیبا ساختن راجع به ایشون که به اسم میخک نقره‌ای یا سیلور اینکارنیشن، که در روی صفحه اینستاگرامشون اطلاعات راجع به این فیلم هست و الان دارید گوشه های از اون رو میبینید با ترانه هایی که خونده میشه در این فیلم، که البته با صدای خود فریدون فرخزاد نیست ولی با صدای دیگران هست. میریم قسمت طنز جناب فرخزاد راجع به عشق رو میبینیم با خانم فرشته در کنسرت ایشون در آلبرت هال لندن. برمیگردیم. مثلا 13 سال ندیدنشون، درست میگم؟ ولی خب هیچ عوض نشدن، جراحی پلاستیک قوقا میکنه توی میخوام باید مصاره کنم، حرف با هم میزنی، اجازه میدین دستم بزنم روشو نشی فشار بدم. اون وقتا گوش بود، کدوم حالتون چطوره؟ چی اگه بد بود که خونه شون خوابیده بودن، همه از چیه وزاری اینجا بایستن که تو بیاد میخواین چند تا سال خواهید؟ آخ یه دفعه از خانم شهره سوال کردم، خانم شما عاشقین؟ اینجوری میکرد، نه خیر. گفتم دوست پسر تو تلویزیون شوش هست، دوست پسر دارین؟ نه خیر. نامزد دارین؟ نه خیر. حال خیر خجالتی. شوهر دارین؟ نه. بچه دارین؟ وا مگه آدم بی شوهر بچه دار میشه؟ گفتم معلومه که میشه، چه چیز احمقانه، مگه حتما ملاست که؟ حالا همه گفتم پس، گفتم چی پس شما؟ خب نزدیک 30 سالتونه. هیچی. گفت نه خیر. گفتم خب بس بیماری خانم جان، برو دکتر. آقا زنی که تا 30 سالگی شوهر عاشق مترس هیچی. نه عزیزم، شما که شوهر دارین، بله؟ شوهرتون تو سالونه؟ خب عزیزم برگشتیم. عشق چی هست؟ عشق یعنی فقط دوست داشتن نیست، وابستگی نیست. عشق یعنی این که وقتی عاشق کسی هستید اینقدر اون رو دوست دارید که حتی خیر و صلاح اون رو ترجیح میدید بر حضور اون در زندگی خودتون. در یکی دو برنامه قبلم خدمتون عرض کردم که مثلا در سریال شهرزاد، قباد در یکی دو قسمت، در دو سه قسمت آخر تقریبا عاشق شهرزاد شد و دیگه با شهرزاد مثل زندانی رفتار نمی کرد و بهش گفت، بعد از اینکه شهرزاد باش صحبت کرد و نصیحتش کرد و بهش گفت قباد عاشق باش، روز بعد این سرعق اومد به شهرزاد گفت میتونی بری هر جایی که دلت هست، هر جا که خوشبخت هستی و با فرزندت میتونی بری و دیگه زندانی من نیستی. این یعنی عشق، این یعنی غیرت و انسانیت و مردانگی، نه متاسفانه چیزهای دلخراشی که چه در استرالیا چه در ایران دیدیم که در این برنامه نمیخوام راجبش صحبت کنم. خب و به هر حال خیلی ها میگن خب عشق فقط عشق بین دوتا کاپل یعنی یک زوج نیست، عشق میتونه عشق به وطن باشه. میگن مثلا ما عاشق ایرانی وطنیم، که البته عقیده من اینه که طبق این نوشته‌ای که می‌بینید افتخار انسان نباید این باشه که وطن خودش رو دوست داشته باشه، یعنی همون کشور خودش، کل زمین یک کشور رو، آدم و مردم همه جا رو دوست داشته باشه. و کسانی که روشن فکر هستن مثل همین فریدون فرخزاد در همون برنامه معروف که با خانم شهره شوخی می‌کنه گفت خب الان می‌دونید در ویتنام چه خبره، اون زمان خب ایران مشکلات الانش نداشت ولی خب در ویتنام واقعا مشکلات بود و ما مردم ایران شاید بی تفاوت بودیم در زمانی که خودمون مشکل نداشتیم نسبت به اون چه که مثلا در کره شمالی یا ویتنام میگذشت. و الان هم متاسفانه اونطوری هست. مثلا
این مشکلی که برای افغانستان پیش اومد، اگر در تاسمانیا یا استرالیا مثلا پیش می اومد، تمام استرالیا می گفتن نه باید بریم تاسمانیا رو نجات بدیم، ولی الان میگن نه بابا، اون که افغانستان دور و یه عده کمی هستن که واقعا میخوان فعالیت کنن، که نمیخوام بگم کم یا زیاد، میگن countless، این تعدادی که قابل شمارش نیستن، هیچ کس از قلب کسی آگاه نیست که نیت اون چی هست. و متاسفانه بارها هم گفتم خیلی ها هستن که فقط وانمود میکنن، دارن کمک میکنن، اینها فعال حقوق بشر قلابی و اپوزیسیون قلابی هستن. ولی برگردیم باز به بحث عشق. عشق در واقع اون چیزی هستش که امتحان خودش رو در فداکاری میتونه پس بده، و میگن که وقتی که یکی از خوبی مشکلات زندگی این هستش که دوستان واقعی خودت رو میشناسی، کسانی که واقعا عاشقت بودن، تو رو دوست داشتن رو میشناسی، چون عشق میتونه بین دوتا دوست باشه، عشق والدین به فرزند هست، یعنی عشق فقط برعکس اون چیزی که روز ولنتاین همش تبلیغ میکنن که یک زوج با هم میرن بیرون. خب آره، روز ولنتاین برای اون روز هست، ولی تمام 365 روز سال که همه ما باید با عشق زندگی کنیم ابعاد مختلفی داره. و چقدر برحال یه داستانی من پارسال نوشتش رو شیر کردم، حدودا همین موقع بود در تابستان، که شخصی میخواسته ازدواج کنه، به پدر و مادر خودش میگه که لیستی از دوستان خودش رو به پدر مادرش میده، حدود 30 نفر، میگه در کنار مهمونهای دیگه که شماها هستین میخوام یه عروسی کوچیک بگیرم، همین 30 نفر دوستان میخوام باشن، نمیخوام بزرگش کنم، اسم و شمار تلفن دوستاش رو به پدر مادرش میده و میگه که به اینا زنگ بزن و که مثلا منو نام زدم، فردا میرسیم به اون شهر و عروسیمون میخوام اونا باشن. بعد پدرش برای اینکه بهش ثابت کنه که در واقع، چون این به پدرش گفته بوده که اونا زودتر بیان که استتاب کنن، کمک کنن و اینا، برای اینکه بهش ثابت کنه که اونها دوستش نیستند، میگه که به همه اونا مسیج میده، میگه که برای فلانی مشکل پیش اومده، برای پسرم اگه میشه بیان کمک کنید، هیچ کدومشون نمیاد. وقتی پسر از راه میرسه میگه که خب چی شد، من که گفتم دوستانو دعوت کنین، پدرم داستان براش توضیح میده و میگه ببین پسرم، دوستان تو همین اینجا هستن، فقط من و مادرت هستیم. و خب این عشق بدون قید و شرط هست، عشق والدین به فرزند، به خصوص عشق مادر، ولی این یک طرفه هست و فرزند هیچ وقت نمیتونه اونطور که مادرش اون رو دوست داره حتی یک صدم فداکاری های اون رو جبران کنه. طبق این نوشته که میگن دوستان ظاهر به مصلحت خودشون همو دوست دارن، فکر میکنن همو دوست دارن، ولی پاش که به فداکاری برسه اینطور نیست، ولی دوست حقیقی که خدا هست به خاطر ما عذابهای زیادی کشیده، هر وقت در قالب جسم یک انسان روی زمین اومده، چه حضرت ابراهیم که در آتش سوخت، حضرت مسیح که مصلوب شد، حضرت بهاءالله که اکثر زندگی خودشون رو در زندان و تبعید بودن، و حالا نمیخوام همه پیامبر، همه و نه فقط اینها، انسانهایی که نور خدا در وجودشون هست، که اون نور خدا فقط انسانیته، این نیست که آدم فقط نماز بخونه و خمراس بشه، اینا اصلا نیست، نور خدا فقط انسانیته، مثل این شعری که میگه همه روزه روزه بودن، همه شب نماز کردن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، به خدا که یک به یک راز ثمر آنقدر نباشد، که به روی نام امیدی در بسته باز کردن. عبادت واقعی، شهادت واقعی، فداکاریه، مثل این کودک 15 ساله که خودش رو، جون خودش رو داد تا 3 نفر رو از آتش نجات بده، با اینکه میدونست خودش میسوزه و شاید بسوزه، ولی متاسفانه اینطور شد و جونش رو از دست داد بعد از سوختگی 95%، و خیلی های دیگه که برها